سلام، من مهسا اختیارزاده هستم. به کانال من خوش اومدین. در این قسمت کشباف با بافت نامرئی، پای کوتاه و پای ساده رو با هم کار میکنیم. کشباف بافت نامرئی نسبت به این دوتا خیلی بهتر کش میاد، اما بافتش هم زمان بیشتری میبره. اینجا 15 ردیف بافت نامرئی کار کردم که مساوی شده با 9 ردیف پای کوتاه و 6 ردیف پای ساده. از هر سه مدل کشباف میتونید برای بافت لبه کلاه و لبه آستین و لباس مثلا ژاکت استفاده کنید. همینطور برای بافت خود کلاه و شال گردن، به خصوص این دوتا، پای کوتاه پای ساده، انتخاب خیلی خوبیه. به این صورت که به اندازه قد کلاه زنجیره میزنید و بعد شروع میکنید به بافتن. من سایز بندی کامل کلاه رو توی صفحه اینستاگرامم به آدرس قلابافی مهسا یا مهسا کروشه گذاشتم. از قسمت هایلایت سایز کلاه میتونید تماشا کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش امروز، اگر اولین باره که یکی از ویدیوهای منو تماشا میکنید، حتما دکمه قرمز رنگ سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا از آموزش های بعدیم با خبر بشیم. اول کشباف با بافت نامرئی رو کار میکنیم. یک گره خفت میزنم من. 8 تا زنجیره میبافم، اما شما هر تعداد زنجیره که بخواید میتونین کار کنین. هرچه تعداد زنجیره ها بیشتر باشه کشباف پهن‌تری دارین. خب برای بافتن زنجیره نخ رو روی قلاب میندازم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. خب حالا اولین زنجیره از سمت قلاب و جا میذارم و توی دومین زنجیره بافت نامرئی میزنم. قلاب و توی دومین زنجیره میبرم، نخ رو میگیرم، بیرون میکشم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. به همین ترتیب توی هر زنجیره یک بافت نامرئی کار میکنم. من باید توی این ردیف 7 تا بافت نامرئی کار کنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. آخر این ردیف یک زنجیره میزنم و کارم رو میچرخونم. برای دیدن دانه ها باید یک کمی کار رو به سمت خودتون بچرخونید. این دانه های ردیف اول. از اولین دانه شروع میکنیم. خب از اینجا به بعد توی حلقه های پشتی دانه ها کار میکنیم. این میشه حلقه جلویی، این حلقه پشتی. خب پس قلاب توی حلقه پشتی اولین دانه میبرم و یک بافت نامرئی کار میکنم. دانه بعدی حلقه پشتی. به همین ترتیب تا آخر این ردیف کار میکنم. توی هر ردیف هم تعداد دانه ها باید با هم برابر باشن. خب تا اینجا 6 تا بافت نامرئی کار کردم. توی حلقه پشتی آخرین دانه هم یک بافت نامرئی میزنم. به این ترتیب این از ردیف دوم. باز آخر این ردیف یک زنجیره کار رو میچرخونم و توی این دانه ها حلقه های پشتی این دانه ها بافت نامرئی کار میکنم.
پس این الگو رو ادامه بدین تا به اندازه‌ای که می‌خواید برسین. خب من 15 ردیف بافت نامرئی توی حلقه‌های پشتی دانه‌ها کار کردم و این کشف بافت به این صورت در اومد. حالا بریم سراغ کشف بافت با پای کوتاه. باز من 8 تا زنجیره میزنم. توی دومین زنجیره از سمت قلاب پای کوتاه کار میکنم. توی هر زنجیره یک پای کوتاه میبافم. خب زنجیره آخر یک پای کوتاه. این از بافت ردیف اول 7 تا پای کوتاه توی این ردیف دارم. آخر این ردیف یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و توی حلقه های پشتی این دانه ها یک پای کوتاه میبافم. از اولین دانه شروع میکنم، توی حلقه پشتی اولین دانه یک پای کوتاه. به همین ترتیب کار رو ادامه میدم. توی هر ردیف باید 7 تا پای کوتاه داشته باشم. اگه تازه قلاب بافی رو شروع کردین، دانه ها رو حتما بشمارین که یه وقت ممکنه دانه ای رو جا بذارین. خب 2, 4, 6, 7 آخر این ردیف یک زنجیره کار رو میچرخونم و باز توی حلقه های پشتی دانه ها پای کوتاه کار میکنم. به همین ترتیب کار رو ادامه میدم. تا اینجا 9 تا ردیف پای کوتاه بافتم توی حلقه های پشتی دانه ها. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9. باز برای کش بافت با پای ساده هم یک گره خفت میزنم و اینجا هم 8 تا زنجیره میبافم. 3, 4, 5, 6, 7 و 8. توی دومین زنجیره باز کار میکنی. توی دومین زنجیره یک پای ساده میبافم به این صورت. توی هر زنجیره یک پای ساده. آخرین زنجیره توی این ردیف من باید 7 تا پای ساده داشته باشم. خب آخر این ردیف یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و مثل کشباف های قبلی توی حلقه های پشتی دانه ها کار میکنم. پای ساده توی حلقه پشتی اولین دانه یک پای ساده میزنم. دانه بعدی به همین ترتیب کار رو ادامه میدم. حلقه پشتی دانه بعدی و آخرین دانه باز تعداد دانه ها رو چک میکنم. آخر این ردیف یک زنجیره کار رو میچرخونم و الگو رو ادامه میدم. توی حلقه های پشتی دانه ها پای ساده کار میکنم. خب این هم از کشباف پای ساده. من 6 تا ردیف اینجا کار کردم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. خب ردیف ها رو طوری کار کردم که این کشباف ها تقریبا هم اندازه بشه. ببینید بافت نامرئی رو 15 ردیف کار کردم،
پای کوتاه 9 ردیف و پای ساده 6 ردیف. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بذارین و کانالم رو به دوستانتون معرفی کنین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.